چند تا نکته کوچولو دیگه هم در مورد اسپید هست که حتما با هم توی این درس مرور میکنیم. یکی از چیزهایی که ممکنه جالب باشه براتون و خیلی سریع کارتونتون رو بندازه این اتوماتیک اسپید هست. اگر تایملاین شما فریم ریتش مثلا 25 باشه، کلیپ شما فریم ریتش چیز دیگه ای باشه، فکر کنم اینجا بتونم ببینم الان چند هستش. 29.97 هست، یعنی NTSC. طبیعتاً الان این دو تا با هم تفاوت دارن، تایملاین 25 کلیپ NTSC. برای اینکه من این کارو درست بکنم میتونم بیام توی، یعنی برای اینکه این اختلافو من بتونم درست بکنم میتونم بیام توی ریتایم اتوماتیک اسپید، خودش میاد به اندازه این کلیپ رو کند میکنه که به تایملاین ما بخونه یا تندش میکنه بنا به حالا اینکه فریم ریت شما چقدر تفاوت داشته باشه. نکته دیگه که اینجا هست، اگر شما فستن اسلو هایی که میکنید، مثلا فرض کنید من این تیکه اول رو، یا مثلا یه جایی که ببینم از اینجا رو من ممکنه بخوام اسلو بکنم، مثلا این دو قدم آخر رو، ولی ممکنه خیلی بخوام اسلو بکنمش، یعنی مثلا ممکنه بخوام بیام اینجا بگم اینو به اندازه 30% اسلو بکن که به نسبت زیاده. حالا شما برای اینکه بخواید کیفیت این محاسبات رو، کیفیت خود محاسبات داخلی نرم افزار رو بالاتر ببرید و بهتر نرم افزار محاسبه بکنه این اسلو موشن شما رو و این تیک هایی که شما این وسط می‌بینید کمتر باشه، به دلیل اینکه خب طبیعتا فریمی اونجا نیستش که نرم افزار بخواد از روش بازخوانی بکنه اطلاعات رو، شما میتونید بیاید اینجا توی ریتایم و این ویدیو کوالیتی رو تغییر بدید. اگر شما روی نرمال بذارید به ازای هر فریم، مثلا من اینجا فکرم اینجا باز بکنم شاید ازم بهتر مشخص باشه، مثلا شما فرض کنید الان این فریم با این فریم که من خیلی اگه اسلو شدیدتر بکنم شاید بهتر مشخص بشه، مثلا 25%. خب شما الان همونطور که میبینین دیدین یه سری تصویر میانه اومد خودش اضافه کرد، مثلا میگه من این فریم رو دارم، بعد فریم بعدی خب تصویر یه ذره جلوتره، فریم بعدی یه ذره جلوتره. این فریم هایی که خودش باید بسازه و این جاهای خالی رو به دو شکل میتونه پر بکنه. بذاریم بد نیست الان با هم ببینیم دقیق چه اتفاق میفته. من این کلیپ رو رندر میکنم که یه ذره هم چاید بهتر دیده بشه. اکشن. این تیک های کوچولویی که میبینید رو میشه هم با این عنوان فریم بلندینگ گرفت که میاد دو تا فریم رو با هم ترکیب میکنه و بینشون فریم های دیزالو بینابین میذاره. شما همونطور که میبینید اینجا یه سری فریم واقعیه، یه سری فریم ها مثل این فریم یا مثل این فریم ها فریم های جعلیه که میاد این بین خود اون فریم ها یه سری دیزالو میذاره و بعضی وقتا خوب کار میکنه، بستگی داره البته به خود شاتش و حالا خیلی چیزای دیگه. اینجا بد نیست با هم باز دور ببینیم چه اتفاقی میفته. اما از این بهتر که خب زمان بیشتری برای رندرش، این عنوان سوم هست توی ویدیو کوالیتی ما که اپتیکال فلوه. اپتیکال فلو میاد مسیر حرکتی پیکسلا رو در نظر میگیره. طبیعتاً از نظر محاسبات نرم افزاری خیلی طولانی تره، ولی از نظر کیفیت تصویر خیلی بهتره. اینجا شما همونطور که میبینید احتمالاً یه دو سه دقیقه طول میکشه تا محاسبه بکنه. من میبینم چیز دیگه اگه باشه توی اسپید که بخوام توضیح بدم خدمتتون، الان میگم توی همین زمان. چند تا نکته کوچیک دیگه هم اینجا هست. یکیش این پریزرو پیچه که فقط در مورد صداست، میاد اسلو موشن شما رو روی صدا اعمال میکنه و سعی میکنه صدا رو درست اسلو بکنه. اگه نخواستید میتونید آفش بکنید. یه اسپید ترانزیشن شما اینجا دارید که خیلی 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 مهمه. این سرعت 100% شما که به سرعت 25% تبدیل میشه یهویی اتفاق نمیفته. شما یه زمان بینابینی دارید که مثلا این اگه 100 باشه این 25، این تیکه وسط 75
50 35 و 25 میشه. یعنی در واقع میاد نرم میکنه این تبدیل ها رو. اگر شما اینو وردارید خیلی تغییرات سرعت یهویی تقریبی و کاملا مشخص میشه که از کجا مثلا سرعت داره کم و زیاد بشه. طبیعتا 80% موارد بهتر که اینو روشن بذارید، مگر اینکه بخواید از این به عنوان استایل خاص استفاده بکنید. خب من میام روی این یکی کلیپ یه توضیح کوچیکم در مورد کاستوم بدم. کاستوم شما توی درس قبلی با هم دیدیم که میتونید اینجا دقیقا بهش بگید که زمان شما چقدر باشه و سرعت شما. مثلا اگه من خواستم میتونم بگم دیوریشن این کلیپ الان 11 ثانیه است، اگه من اینو بکنم 6 ثانیه چه اتفاقی میفته، یا اگه سرعتش رو بکنم مثلا 200% چه اتفاقی میفته. این کاستوم اسپید رو از هر دو طریق میتونم انجام بدم. بذارید من اینو میذارم روی این که مثلا فرض کنید شما 6 ثانیه باشه کلا. به محض اینکه من 6 رو بزنم خودش به اندازه این کلیپ رو سریع میکنه که با این زمان تطابق پیدا کنه. بالعکس میتونم از این بالا این کار رو انجام بدم یا 100% به حالت عادی رو برمیگردونتش. این ریپلی که شما اینجا دارید کل تایملاین رو جابجا میکنه. اگر شما اینو وردارید، یعنی همزمان که شما این سرعت رو کم و زیاد میکنید کل تایملاین رو هم تغییر میده از نظر زمان بندی. ولی من اگه اینو وردارم اینو الان بیام بکنم 200%، همونطور که شما دیدید این وسط یه گپ میذاره و دیگه نمیاد این کلیپ رو بچسبونه بهش. بنا به سلیقه و میل خودتون و حال کارکردهایی که توی کار ممکنه براتون پیش بیاد میتونید اینو روشن یا خاموشش بکنید. ولی این یکی از چیزایی که تو فانگات هفت خیلی روی اعصاب کاربرامون بود، اینه که اینجا اگه خواستی میتونید آفش بکنین یا آنش بکنین. اونجا تا قبل از ورژن هفت همیشه آن بود. نکته دیگه توی کاستوم نیست، این ریستش هست. اگه خواستید میتونید از اینجا هم ریست بکنید. و فکر میکنم فقط یه عنوان دیگه مونده اینجا اگه اشتباه نکرده باشم، اونم جامپ کات ات مارکرز هست. شما این کلیپ خودش بد نیست، بذارید نرو اون یکی هم میتونم توضیح بدم بعد یک نیست. من اینجا ممکنه یه مارکر اینجا بذارم، یه مارکر اینجا، یه مارکر اینجا، یه مارکر اینجا و یه مارکر اینجا. حالا به ازای هر کدوم از این مارکرها تصویر رو به میزانی که شما تعیین میکنین میپرونه جلو، جامپ کاتش میکنه اصطلاحا. حالا این جامپ کات ات مارکرز رو من میگم به ازای هر کدوم از این مارکرها که من اضافه کردم 10 فریم بپر جلو. اتفاقی که میفته این شکلیه. تصویر اسلو خیلی زیادی هم هست، شاید خیلی راحت مشخص نمیشه. بذاریم من بیشتر جامپ کاتر مارکرز رو میذارم 30 فریم که خیلی بهتر مشخص بشه. الان با همه میبینیم یه باری این با موزیک شما اگه مچ باشه و حالا موشن گرافیک یا هر چیز دیگه که داشته باشی خیلی میتونه جالب باشه. عنوان ممکنه جالبی باشه بخواین ازش استفاده بکنی. کارکرد خاص داره، نمیشه خیلی به عنوان یه چیزی که هر روز ازش استفاده میشه ازش اسم برد. خب توی قسمت ری تایم فکر میکنم ما چیز دیگه ای نداشته باشیم. همه اینا رو اگه اشتباه نکرده باشم مرور کردیم با هم. هاید ری تایم هم که خب طبیعتا این رو آف یا آن میکنه، کامند آر یه بار نشونش میده، کامند آر ورش میداره. من حالا این تصویر رو که بالاخره محاسبات اپتیکالش تموم شد یه بار دیگه رندر میکنه که ما بتونیم با هم ببینیم چه شکلی میشه. مودیفای رندر سلکشن تو الازه دار نیازیم نداره رندر اکشن. خب همونطور که کاملا مشخصه اینجا الان خیلی بهتر شد اسلو موشن ما، ولی خب به قیمت این که باید یه زمانی رو برای رندر و برای این محاسبات اپتیکال فلو ما در نظر بگیریم. یه مثال خیلی کوچولو هم من اینجا خدمت رو نشون میدم در مورد همین سرعت و اسپید و اینجور چیزا. این یه تبلیغ، ببینیم با هم اول یه تیکش رو. Thank you.
تا خب این هنوز خیلی کار داره تا بخواد به جایی برسه که قابل ارائه باشه، اصلاح رنگ و میکس و صدا و خیلی چیزایی دیگه. ولی حالا اینجا ما یه بیت موسیقی اینجا داریم، یه بیت موسیقی اینجا داریم، یه سری هم ادامه توی جلوتر. اینجا من میخوام این بیت موسیقی با این اتفاقی که توی تصویر مهم هست که انداختن اسکناس روی میزه به این معنا که حالا این اومده بخواد خود شرط بنده، میخوام یکی باشه. من روی این کلیپ یه مارکر اضافه میکنم، برای بعدی هم باز به همین طور، به همین شکل. من اینجا این لحظه که این خواهد دستشو میکنه روی میز لحظه جالبیه، من اینجا یه مارکر میذارم. حالا برای اینکه من اینو بخوام با این مچ بکنم که الان در حال حاضر مچ نیست و یه همچین مشکلی داره، میتونم بیام اینجا هم از ابزار تریم استفاده بکنم برای کلیپ اول. میتونم تی رو بزنم، تریم رو انتخاب بکنم و این فریم رو انتخاب بکنم و بیارمش اینجا. بلافاصله اسنپ میشه خودش روی این کلیپ. و حالا یه بار دیگه اگه این تیکه اول رو ببینیم، و حالا این تیکه دوم رو من میخوام با سرعت جابجا بکنم، یعنی نه با تریم، نمیخوام سرعتش عادی باشه، میخوام سرعتش اغراق شده باشه. به خاطر همین این تیکه که ایشون بازیگرمون لبخند میزنه اینو حفظ میکنم و این تیکه میخوام سرعتش یه ذره بیشتر باشه از اینجا که شروع میشه حرکت دستش. تیکه قبل این تیکه اول میتونه یه خورده اسلو باشه و این تیکه وسط هم باز میتونه سریع باشه یه مقداری. خب برای اینکه من این کار بکنم میام یه خورده این رو بازتر میکنم، تیکه وسط رو سریعتر میکنم و این تیکه رو باز به همین شکل سریعتر میکنم، یه خورده فکر کنم بازم یه سرعتش بالا ببرم بد نباشه، شاید تیکه اولم نیاز نباشه که سریعتر بشه. الان تقریبا این دو تا با هم مچ شدن. حالا با هم ببینیم چه اتفاقی میفته اینجا. همین یه اتفاق کوچولو و یه دستکاری کوچیک توی سرعت میتونه حس تصویر رو خیلی بهتر بکنه و ما الان توی این دوتا کلیپ کاملا میتونیم ببینیم. خب اینم یه نمونه دیگه از کاری بود که شما با اسپید میتونید